با سلام و درود خدمت شما. سوال بسیار مهمی که این روزا نزدیک های آخر سال میلادی دوستان تریدر و معامله‌گر ازم میپرسن اینه که کی تعطیلات کریسمس شروع میشه، کی میتونن معامله بکنن، چه وقتی معامله انجام ندن. و تو این ویدیو قصد دارم که در مورد این توضیح بدم. البته سالهای گذشته در موردش توضیح دادم، اما یه بار دیگه در موردش توضیح میدم. اولا جمعه 22 در واقع دسامبر آخرین روز معاملاتی ما خواهد بود. اگه بازار فارکس کار میکنی، هر بازاری که کار میکنی، سهام امریکا، اگه طلا کار میکنی، نفت، اول از همه مهمترین نکته اینه که بروکرت حتما یه لیستی رو در اختیارت قرار میده برای روزایی که تعطیله. اول به بروکرت مراجعه بکن، و چون مهمترین بخش اینه که مثلا تو بازار فارکس شما یه بازاری رو میبینی که مقطعیه، حالا توضیحش رو خدمتتون عرض میکنم. خب شنبه و یه شنبه 23 و 24 که تعطیله، 25 در حقیقت کشورهای مختلف تعطیلیاشون شروع میشه. همونجوری که میبینین کریسمس دی هست، روز کریسمس 25 در واقع دسامبر که اکثر بازارهای مالی تو کل دنیا تعطیله، پس 25 دسامبر تعطیلی کلیه. 26 دسامبر استرالیا، اروپا، بعضی از کشورها تعطیل، کانادا تعطیل، اما ایالات متحده باز هست. نگاه کنید ایالات متحده بازه. اگه بیایم پایین تر 26م، 27م، 28م در واقع بازار آمریکا بازه. همون جوری که میبینین خبر هم حتی داریم، خبرهای مختلفی هست. 27 تا 29 میشه در واقع ترید کرد، منتها به واسطه این تعطیلات داستانی که اتفاق میفته اینه که روی 4 تا گپ میبینی. سالهای گذشته در این مورد توضیح دادم، استراتژی خاصی داریم به نام گپ تریدینگ که میتونین استفاده کنین، مخصوصا بازارهایی که بسته میشه دوباره باز میشه و میتونین در حقیقت ازش استفاده کنین، از اون استراتژی استفاده کنین برای در واقع رسیدن به معاملاتتون. دوباره میایم 30 و 31 که شنبه و یه شنبه از تعطیله، و روز اول دوشنبه اول ژانویه سال 2024 که همه کشورها تعطیلن، روز دوم ژاپن و سوئیس تعطیلن، آمریکا باز خواهد بود، و روز سوم ژانویه دیگه به جز بانک مرکزی ژاپن اکثر کشورها بازن و روز اول کاری ما خواهد بود. پس اگه بخوام بگم توی بازار فارکس اگه کار میکنی، از روز 22 من خودم تعطیلم تا 3 ژانویه. نکته مهم، اگه بازار ارزهای دیجیتال کار میکنی، بیت کوین ترید میکنی، خب به تبع در حقیقت این بازاریه که 24 ساعت است و در واقع میتونی ازش استفاده بکنی تو این تعطیلات. نکته کنار این موضوع میخوام بگم یه فلسفه وجود داره به نام در واقع سانتا کلاس ایفکت، که در واقع به خاطر این تعطیلیای در واقع بازارهای مالی این چند روزی که آمریکا بازه، هم موقعیت‌های جالبی رو سهام ایالات متحده اتفاق میفته، هم رو سایر چارتا که خیلی ها میان در واقع مخصوصا ریتیل سلر ها فعال هستن. خیلی کمپانی ها شاید اینجا کار نمی کنن و بازار کلن دست ریتیل سلر هاست. خیلی ها میان سرمایه گذاری میکنن، در واقع استفاده میکنن از این فرصت و در واقع بهره میبرن. اما حواستون باشه که سهام آمریکا این روزا شاید یه نصفه باز باشه، شاید در واقع بسته باشه. از کجا بدونیم سهام آمریکا بازه یا بسته؟ یه سایتی هست به نام NYC در واقع NYSE.com markets در واقع hours calendar، این در واقع نیویورک استاک اکسچنج هست، در واقع سایت رسمیشه که هالیدی و تریدینگ اورز ها رو نشون میده. الان اگه نگاه بکنین توی در حقیقت بازار آمریکا 23 که تنکسگیوینگ نوامبر تعطیله، بعدش میاد دسامبر تعطیله 25، حالا برای تعطیلیای سال جدید میلادی همینجوری که نگاه بکنین الان برنامهش تا 2025 هست.
اول ژانویه رو هم زده تعطیل. پس ما یه تعطیلی بانک مرکزی ها داریم، یه تعطیلی سهام ایالات متحده رو داریم که این سایت رو هم میتونید برین چک بکنین، نگاه کنین. توصیه من به اینه که چون تو این روزای باز بازارم ریتیل سلرها بیشتر هستن، در حقیقت سعی بکنین که از این تعطیلات استفاده کنین تا دانشتون بره بالا، اطلاعاتتون بره بالا، میتونین سالتون رو جمع بندی بکنین. خیلی حرکت‌های عجیب و غریب این وسط ها ما نمیبینیم، حالا مگه اینکه بازار ارزهای دیجیتال را بیفته، حالا چه در واقع سعودی باشه چه نزولی، حجمای مختلفی اونجا بیاد. اما خیلی از معامله‌گران رو من تو چندین سال گذشته دیدم که فشار میذارن رو معاملاتشون و تو این مدت 3-4 روز وسط که با در واقع بازار رو بازن، در حقیقت شاید ضرر بکنن، شاید در واقع معاملاتی رو داشته باشن باز بذارن. و نکته بسیار مهمی که حواسشون نیست اینه که وقتی توی تعطیلات هستیم، در واقع بروکرت در واقع احتمال داره که اسپردت بله بالا، اسپردا از حالت معمول در حقیقت بالاتر باشه. نکته بعدی اینه که هزینه‌هایی که بابت باز کردن معامله میدی شاید در واقع بیشتر باشه. و البته در حقیقت میتونم بگم چون بازار ناپیوسته هست، گپ‌های قیمتی وجود داشته باشه که استاپلاسات رو تهدید بکنه. نکته بعدی هم اینه که به خاطر تعطیلات زیاد خب سواب میخورین، یعنی بهره شبانه میخورین برای نگه داشتن پوزیشنت، احتمالاً بروکر شارژت میکنه. پس بنابراین بهتره که روزه شکدار نگیرین، 22 تا 3 یا حداقل 2 ژانویه رو در حقیقت ترید نکنین. یه آزمونه، یه چالش هم هست برای خیلی از معاملگرا، چون معاملگرا عادت کردن که هر روز معامله بکنن و شاید دام در حقیقت این در واقع تعطیلی ها بیفتن و معاملاتشون خراب بشه یا از مدیریت سرمایه خارج بشه. به هر حال توصیه‌ای که میکنم اینه که این چند روز رو تعطیل باشین، هولوش یه هفته رو، و لذت ببرین از ایام کریسمس و برای سال جدیدتون برنامه‌ریزی بکنین. توی کانال در حقیقت آموزش‌های مختلفی در دسترستون میذارم. من توی این زمان برای دوستایی که علاقه‌مند هستن در واقع دارم ورکشاپ برگزار میکنم تا با آمادگی حداکثری تو سال 2024 وارد بشن. بهترین زمانه برای ریکاوری خودت، برای برنامه‌ریزی و در حقیقت حتی نوشتن ترید پلن، حتی دیدن آموزش، از این فرصت بهره ببرین. نکته پایانی که خدمتتون عرض میکنم اینه که بازم اشاره میکنم که حتماً ساعت‌های کار بروکرتون رو چک بکنین، چون خیلی از بروکرها، ما الان مثلا بازار آمریکا رو اینجا گفتیم، شاید بروکرت تو در حقیقت استرالیا باشه، تو اروپا باشه، تو کشور دیگه ای باشه، و اون روزی که 26 به عنوان مثال بانک مرکزی آمریکا بازه، بروکر شما تعطیل باشه و بهت سرویس نده. معمولا خودشون ایمیل میزنن بروکرها، اما اگر ایمیل رو دریافت نکردین حتما با بروکر تماس بگی. تعطیلات خوش و خوب و پر از شادی و برات آرزو میکنم و امیدوارم که برنامه ریزی بکنی برای سال 2024 و یه سال پر از برکت و زیبا رو سپری بکنی.